سرخط خبرها. سرنگونی هواپیمای اوکراین دردسر مسئولان ایرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ. ظریف احتمال ارسال جعبه سیاه به خارج از ایران را رد کرد. اینجا در کنفرانس مونیخ آمریکا میگوید جهان باید تهدیدهای چین را جدی بگیرد و همینطور تهدیدها از ناحیه ایران را. شمارش معکوس برای امضای توافق واشنگتن با طالبان. وزیر دفاع آمریکا میگوید بی خطر نیست اما امیدوار کننده است. بیش از 2500 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین. دولت مدعی است اوضاع تحت کنترل است. و هفته ها بعد از مرگ مرموز صدها پرنده در میان کاله، به رغم وعده مسئولان بازار پرندگان فریدون کنار همچنان باز است. سلام به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ امروز تحت شعاع سخنان وزیران خارجه و دفاع آمریکا قرار گرفت. آنها نگرانی هایشان را از آغاز جنگ سردی تازه این بار با چین ابراز کردند. آنها همچنین گفتند ایران امنیت جهان را تهدید می کند. خودداری ایران از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین هم امروز در حاشیه این همایش مطرح شد. خبرنگار ما کسرا ناجی از محل کنفرانس امنیتی مونیخ با ماست با اتفاقات امروز. کسرا ناجی، من از سالن کنفرانس و سالن خبرنگارهای کنفرانس دارم با شما صحبت میکنم. اینجا تا همین لحظاتی پیش داشتیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف گوش میکردیم که داشت در یکی از اتاقهای کنفرانس با در مقابل هزار با لیس دوست خبرنگار بین‌المللی ارشد بی بی سی صحبت میکرد. صحبت‌های حدود 15-16 دقیقه، حدود 20 دقیقه صحبت کردند. جزئیاتش یه خود کم دیرتر به شما میگم، اما قبل از اون بگم که این کنفرانس امروز با سخنان وزیران خارجه و دفاع آمریکا شروع شد که هر دو تاکیدهای مکرر داشتند که چین تهدید بزرگی است برای امنیت جهانی. از کشورهای مختلف از اروپا خواستند که این تهدیدها را جدی بگیره و همچنین تهدیدها از سوی ایران را. صحبت‌ها از تهدیدهای چین این نگرانی‌ها را زیاد کرد که شاید جنگ سرد تازه‌ای بین غرب شاید و چین در شرف شروع شدن هست. در روز دوم کنفرانس اینجا در مونیخ روشن است که تا آنجا که به آمریکا مربوط می شود جنگ سرد تازه ای آغاز شده، این بار در مقابل چین. وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز اینجا صحبت کردند، سخنانی که در آن مرتبا به چین به عنوان تهدیدی بزرگ به آزادی و دموکراسی و امنیت نه تنها آمریکا که جهان معرفی شد. چین حقوق مناطق تجاری ویتنام، فیلیپین و اندونزی را نقض می‌کند. در همین زمینه چین تقریباً با همه کشورهای همسایه اختلاف زمینی یا دریایی دارد. یا بگذارید در مورد مسائل امنیتی سایبری حرف بزنیم. هواوی و بقیه شرکت‌های چینی که دولت چین حامی آنهاست برای دستگاه‌های امنیتی آنها نقش اسب‌های تروا را دارند. روسیه با برنامه‌های انتشار اطلاعات غلط در تلاش از شهروندان ما را به جان همدیگر بیاندازد. حملات سایبری ایرانی‌ها شبکه‌های کامپیوتری خاورمیانه را آلوده کرده. تهدید فیزیکی امنیتی، تهدید سایبری امنیتی و باج طلبی اقتصادی. روسیه در پی حفظ نفوذ در آسیای مرکزی است. چین خواهان سکوت دیگران در قبال تایوان و هنگ کنگ است تا قراردادها پشت سر هم منعقد شود و وقتی کشورها نتوانند وام‌های سنگین آنها را باز پرداخت کنند، تأسیسات زیربنایی آنها را در اختیار می‌گیرد. مسائل مربوط به ایران هم روز دوم را تحت شعاع قرار داد، از جمله خودداری ایران از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور خارجی، احتمالاً فرانسه، برای بازخوانی آن. وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با ام بی سی آمریکا گفته که ایران نه توانایی خواندن این جعبه ها رو داره و نه اونها رو برای بازخوانی به خارج خواهد فرستاد. چیزی نیست که ما بخوایم
خواهیم پنهان کنیم، چون اعلام کردیم که هواپیما اشتباهی سرنگون شده. اما چیزی هست که اونها بخواهند مخفی نگه بدارند؟ این سوال ماست. من طرفدار تئوری توطئه نیستم، ولی این سوال دائما برایم مطرح باقی مانده. چرا آنها لوازم خواندن اطلاعات جعبه سیاه را به ما نمیدهند؟ چیزی در این جعبه سیاه هست که آنها نمیخواهند ما از آن سر در بیاوریم؟ این سوال مهمی است. پس شما جعبه سیاه رو در اختیار دارید، به خارج نمیفرستید، ولی خودتون هم نمیتونید اطلاعاتش رو بخونید. پس همینطور افتاده یه گوشه؟ بله، افتاده گوشه ای، ولی در اختیار همه طرف های درگیر این موضوع هست. اینجا اما مقام های گروه بین المللی واکنش و هماهنگی متشکل از کشورهایی که اتباع آن در سقوط هواپیمای اوکراینی کشته شدند مصر هستند که ایران نه تنها جعبه های سیاه را برای تجزیه و تحلیل به فرانسه بفرستد که به خانواده های کشته شدگان غرامت بپردازد بر اساس استانداردهای بین المللی. اما تنش در منطقه خلیج فارس و در عراق و سوریه هم اینجا در این کنفرانس از نگرانی های مهم است. ناجیه، در مورد صحبت های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این کنفرانس همین دقایقی پیش تمام شد با لیس دوست خبرنگار ارشد بی بی سی در مقابل حضاری که در این کنفرانس هستند، در اینجا چیزی که جالب به نظر می آمد از صحبت های آقای ظریف به نظر می رسید که می گفت ایران همچنان حاضر با کشورهای منطقه در مورد یک به اصطلاح یک ساختار امنیتی به توافق برسه. گفتش که این یک کوششی برای روابط عمومی نیست، جدی است. و نکته خبری جالب این بود که این رو گفت که روزی که قاسم سلیمانی در عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد، بلافاصله ایران پیامی از عربستان سعودی دریافت کرد که در اون اساساً گفته شده بود که ما می‌خوایم با ایران روابطی بر اساس احترام متقابل داشته باشیم. آقای ظریف گفتش که ما هم بلافاصله پاسخ دادیم که می‌خوایم همچین چیزی رو، می‌خوایم که روابط بر اساس احترام متقابل باشه، اما عربستان سعودی دیگر اون پیام رو دنبال نکرد. صحبتش اینه که این عربستانه که عقب ایستاده از صحبت و گفتگو برای حل مسائل منطقه. عنوان این گفتگوها رستی ساختن پلی بر روی آب‌های متلاطم بود، ساختن پلی بر روی آب‌های متلاطم که خلیج فارس رو میگه. حالا قراره کمی دیرتر چند تا از وزیران خارجه کشورهای منطقه و عربی و همچنین وزیر خارجه عربستان هم تا دقایق دیگر صحبت بکنم، بیشتر حرفای اونها رو خواهیم شنید. یک نکته دیگر از صحبت‌های آقای ظریف این را هم گفت که وقتی آقای ظریف وزیر خارجه شد پیشنهاد کرد که من و با قاسم سلیمانی حاضریم که بیایم و با شما عربستان صحبت کنیم، که اونم راه به جایی نبرد. پیشنهادش برای بردن قاسم سلیمانی به عربستان این بود که ظاهراً اون موقع صحبت از این بود که ظریف اختیاری نداره، اختیار دست تندروهاست در ایران، و برای همین آقای ظریف پیشنهاد کرده بود که اگر سفری به عربستان بکنه با قاسم سلیمانی که بدونن که حرفی که گفته میشه حرف حکومت ایرانه. از این که بگذرم، یک نکته آخر که بگم که گفتگویی داشتم همین دو ساعت پیش، تقریبا سه ساعت پیش، با وزیر خارجه کانادا در مورد همین جعبه سیاه، مشکل جعبه سیاه که ظاهرا ایران خودداری میکنه از فرستادن اون به خارج برای تجزیه و تحلیل اطلاعات اون. آقای شامپاین گفتش که به آقای ظریف گفته که امکان انتقال امکانات خواندن جعبه سیاه به ایران وجود نداره و از او خواسته که ایران این جعبه سیاه رو بدون فوت وقت هر چه زودتر به خارج به فرانسه بفرست. متشکرم از تو کسرا ناجی در مونیخ محل برگزاری این کنفرانس.
وزیر دفاع آمریکا گفته توافق صلح میان آمریکا و طالبان که منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می شود بدون خطر نیست، اما امیدوار کننده است. انتظار می رود این توافق رسماً شنبه آینده اعلام و برنامه کاهش خشونت ها از دوشنبه آغاز شود. مقام های ارشد آمریکایی گفتند هیچ یک از بندهای توافقنامه آمریکا و طالبان بدون شرط نیست و طالبان حاضر شدند از جنگ و خشونت دست بردارند. نسرین نموا از واکنش ها به این توافق گزارش می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در حاشیه نشست امنیتی مونیخ آلمان با مقامات آمریکایی. لبخندها برای صلحی که همه منتظرش هستند. به گفته ارگ، مایک پومپیو در این نشست گفته بگذارید طالبان هرچی که میگویند بگویند. اما واقعیت این است که باید آنان با تروریسم و شبکه القاعده وداع کنند و دست از جنگ بردارند. ما حامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده ایم، هستیم و خواهیم بود. به نظرم در کلیات همه توافق داریم و باید بخت رسیدن به صلح را امتحان کنیم. تنها راه حل نه، اما بهترین راه حل مشکلات افغانستان توافق سیاسی است و این یعنی باید کمی ریسک پذیر باشیم، یعنی دیپلمات هایمان را آماده کنیم و با متحدانمان کار کنیم. دیروز من و وزیر خارجه با آقای غنی ملاقات کردیم، حداقل یک ساعت با هم حرف زدیم. به نظرم آقای غنی کاملا از همه چیز آگاه است و میخواهد رهبری بخشی از روند را که به آنها مربوط می شود به دست داشته باشد. اگر توافق فعلی امضا شود، خیلی زود به گفتگوی بین افغانها و توافق صلح می رسیم. او میخواهد همه افغانها در این روند حضور داشته باشند و توافقی پایدار به دست بیاید تا به این جنگ طولانی پایان بدهیم و مطمئن شویم که افغانستان در مسیر درست باقی می ماند. توافق طالبان برای کاهش خشونت ها این روزها بحث اصلی صلح. نگرانی از قربانی شدن دستاوردهای 18 سال با آمدن طالبان. صلح بکنن ولی اجازه بدن که ما درس بخونیم، کار بکنیم، با وظایف خود بریم، با ما فرق نمیکنه. باز کشتن باشه، خودت نباید که اصل نشود. اگر اینا به اساس قواعد و قوانین و ذهنیتایی که خود دارن، که مو ذهنیت افراطی است که بیان در افغانستان حاکمیت بکنن، این پیامد منفی داره. چراغ سبز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید از نتیجه مذاکرات میان نمایندگان طالبان و آمریکا استقبال میکند. به نظر او خروج نیروهای خارجی هموار کننده راه صلح است. از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیم نداشته باش. خاتمه جنگ مشروط و منوط است به اینکه نیروهای خارجی کشور ما را ترک کنند. با صلح به مخالفت نپردازند. اگر به اتمام نشوه و ما موازی خود تویید نکنیم، از این فرصت استفاده خوب نداشته باشیم، با حوادث روبرو خواهیم شد که بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان مواجه شد. به گفته مایک پومپیو، پس از اجرا شدن توافق اولیه در مورد کاهش و خشونت ها، مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. توافق جدید، کاهش خشونت ها، هنوز برای بسیاری مفهومی مبهم است. شرطی که انتظار می رود به آتش بس و صلح ختم شود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. ویروس جدید کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. چین جان باختن بیش از 140 نفر دیگر بر اثر ابتلا به این ویروس را تایید کرده. به این ترتیب شمار قربانیان این ویروس به بیش از 1500 نفر رسیده. همچنین طی یک روز گذشته بیش از 2500 مورد ابتلای جدید در جهان ثبت شده و شمار مبتلایان به بیش از 66000 نفر رسیده. با این حال سازمان بهداشت جهانی می‌گوید سرعت انتشار ویروس کمتر شده. علی همدانی گزارش می‌دهد. بحث درباره ویروس جدید کرونا اینجا در مونیخ در کنفرانسی که موضوعش امنیت در جهان است. کنفرانسی بسیار سیاسی و بسیار نظامی. شرکت کنندگان رهبران جهان میگویند باید به داد چین رسید که ممکن است این ویروس از پایش بیاندازد. پدیده نوظهوری که رئیس سازمان بهداشت جهانی آن را دشمن درجه یک مردم جهان خوانده. ویروس به اینجا هم رسیده، کشوری که هزاران سال پیش رهبرانش فرعون‌ها را موجوداتی ناشناخته احتمالاً ویروس‌ها از پا انداختند. ویروس کرونا به مصر رسیده.
دولت این کشور کرونا را از اسرار امنیت ملی خود دانسته و از انتشار جزئیات خودداری کرده. گفته مبتلا مصری نیست و قرنطینه شده. اولین مورد گزارش شده در آفریقا. گرچه سازمان بهداشت جهانی میگوید احتمالاً شمار مبتلایان به ویروس 10 برابر عددی است که اعلام شده، اما چون میزان ابتلا خفیف بوده یا امکان دسترسی پزشکی وجود ندارد ثبت نشدند. در اروپا نخستین مورد مرگ در اثر ابتلا به ویروس در فرانسه در این بیمارستان در پاریس اتفاق افتاده. یک توریست چینی 80 ساله. خانم ها آقایان، شب گذشته مطلع شدم که بیمار 80 ساله چینی که حدود 2 هفته قبل در بیمارستان بیشا در پاریس بستری شده بود درگذشته. او روز 16 ژانویه به فرانسه آمده بود و 9 روز بعدش بستری شد. در بریتانیا هم خطر همچنان بیخ گوش هاست. امروز صبح یک هواپیمای مسافربری که از سان فرانسیسکو در آمریکا به فرودگاه هیترو لندن رسیده آشوب بود. یک مسافر حالش بد بود و از همان داخل هواپیما کوشیدن او را از مسافران دیگر جدا کنند. به محض ورود به لندن او از هواپیما خارج شد و مسافران دیگر در هواپیما برای مدتی نگه داشته شدند و بعد رها شدند. شمار مبتلایان به ویروس از 3 روز پیش بالا نرفته و در کل بریتانیا فعلا 9 نفر است. مسافران آمریکایی این کشتی تفریحی که حالا در کامبوج لنگر انداختم قرار است با یک هواپیمای چارتر به آمریکا بروند تا در یک پایگاه هوایی این کشور قرنطینه شوند. جهان همچنان نگران از این ویروس که میگویند ممکن است مدام رنگ عوض کند و غیر قابل شناسایی و هدفگیری باشد. علی حمیدانی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ وزیر خارجه ایران گفته جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین باید با کمک فنی آمریکا در داخل ایران خوانده شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق با طالبان بی خطر نیست اما امیدوار کننده است. رئیس جمهوری ایران در یک همایش زنان از لزوم فرصت‌های برابر و فضای رقابت سالم در جامعه حرف زده. حسن روحانی همچنین گفته زنان هیچگاه در تاریخ این کشور به اندازه دوران جمهوری اسلامی حضور نداشتند. این در حالی است که بسیاری این ادعا را نادرست می‌دانند. آنها به محدودیت‌های گوناگون برای زنان از جمله نبودن حتی یک وزیر زن در کابینه اشاره می‌کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تأکید رئیس جمهوری ایران بر لزوم دادن فرصت برابر به زنان حتی در وزارت. غیر از معاونین رئیس جمهور که دست رئیس جمهور بازه و میتونه معاون خانم بذاره، خب اون برم دست باز بذارید، تو وزیر هم دست رئیس جمهور باز بذارید. اما بسیاری از فعالان حقوق زنان از خود آقای روحانی انتقاد می‌کنند که پیش از اینکه زنی را برای وزارت معرفی کند خواستار داشتن اختیار در این زمینه شده. وزیر زن پستی که سال‌هاست بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را از جمهوری اسلامی مطالبه می‌کنند، پستی که گرچه حسن روحانی هرگز به صراحت درباره‌اش وعده نداد اما بارها در مبارزات انتخاباتیش بر لزوم حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی تاکید کرد و گفت دولتش برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته جامعه برنامه‌ریزی کرده. من خیلی دلم می‌خواست در دولت 12 3 زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد. او حتی به تشکیل وزارت زنان اشاره کرده بود. بالاخره ما تشکیل وزارت امور بانوان در دولت تدبیر و امید پیشبینی کردیم، اما در نهایت وزیر زنی در 2 دولت حسن روحانی دیده نشد. تنها 3 زن را به عنوان مشاورانش انتخاب کرد: معصومه ابتکار، شهین دخت ملاوردی و لیا جنیدی. محمود احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری ایران بود که در کابینه‌اش وزیر زن داشت. او در دولت 10 3 وزیر پیشنهادی زن را به مجلس معرفی کرد. خدا خیرت بده خانم، دستش شما باشه. در نهایت تنها مرضیه وحید دستجردی توانست به عنوان اولین وزیر زن بعد از انقلاب 57 نام خود را ثبت کند. گرچه اختلاف او و آقای احمدی نژاد به برکناریش منجر شد. هیچ وقت در تاریخ ایران زنها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشتند.
حسن روحانی در حالی از نقش فعال زنان در جمهوری اسلامی حرف میزند که در 4 دهه گذشته موانع بسیاری برای حضور زنان در جامعه و سیاست وجود داشته. قوانین کیفری و خانواده مبتنی بر فقه سنتی که توسط مردان تهیه شده، زن را شهروند درجه 2 می‌داند که از حق قیمومیت محروم است. زنان به دلیل وجود نظارت استصوابی و قرار نگرفتن در چارچوبی به نام رجل سیاسی، حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را هم ندارند. به نظر نمی‌رسد مانع حضور زنان در سطوح بالای سیاسی در جمهوری اسلامی به این آسانی برطرف شود. فرین عاصمی، بی بی سی. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7 و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در همین دانشگاه با ما هستن. خانم کیان، آقای روحانی اشاره میکنه به اینکه هیچگاه در تاریخ ایران حضور زنان انقدر پررنگ نبوده. در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در خیلی ها در مورد اینکه زنها از لحاظ سطح تحصیلات و آگاهی در دوره بعد از انقلاب پیشرفت خیلی زیادی داشتن شکی ندارن، ولی اینکه این حضور چقدر تونسته به مراحل بالای حکومتی برسه همه از اون گلایه دارند. دقیقاً، ببینید جامعه ایران بعد از انقلاب بسیار متحول شده. نقش زنان در جامعه همطوری گفتی، چه در دانشگاه‌ها، چه در حتی بعضی از مشاغلی که بیشتر زنان هستن، خب نقششون پررنگ‌تر شده. اما شما وقتی که نگاه می‌کنید ببینید در حیطه اشتغال برای مثال بسیار برای زنان اشتغال زایی کم شده و حتی جلوی اشتغال زنان رو در همین چند ساله اخیر گرفتن با حکم رهبری. برای مثال 60% دانشجوهای دانشگاه‌های ایران زنان هستند، ولی وقتی به آمار رسمی اشتغال زنان نگاه می‌کنید فقط 15% از زنان اشتغال دارن که بخش مهمی از این زنان البته در بخش اداری و دولتی مشغول به کار هستند. ولی وقتی نگاه می‌کنید به مشاغل بالای تصمیم گیرندگی راه پیدا نمی‌کنن یا بسیار کم راه پیدا می‌کنن. از طرف دیگه برای مثال شما می‌بینید که همونطور که گفتم تضییقات بیشماری در راه دستیابی زنان به بازار کار ایجاد شده و از طرف دیگر هم برای مثلا ریاست جمهوری یا حتی برای نمایندگی مجلس، با اینکه هیچ قانونی وجود نداره که جلوی اینها رو بگیره، ولی با سنگ اندازی میشه. و آنچه که ما شاهدش هستیم این هست که هر زمان که به انتخابات چه ریاست جمهوری چه مجلس نزدیک میشیم، آقایون به ناگهان به یاد برابری زن و مرد میفتن. آقای روحانی فراموش نکنیم در دور اول انتخاباتشون کاملا همین صحبت ها رو کردن، بسیار به زن قول دادن، قول وزارت دادن، قول در واقع دستیابی زنان به بسیاری از مشاغل مدیریتی رو دادن، ولی وقتی که ریاست جمهور، رئیس جمهور شدن خیلی راحت شما بگید که من میخواستم ولی نگذاشتن. ولی ایشون حتی عنوان نکرد، حتی هیچ وزیر معرفی نکرد، حتی وزارت زنان رو ایجاد نکرد که بعد حالا رهبری برای مثال جلوشو بگیره. و بعد هم در دوره دوم ریاست جمهوری ایشون با مجلسی مواجهه که کاملا رفرمیست و میانه روی افرادی هستن که کاملا طرفدار ایشون بودن، ولی باز هیچ قانونی به نفع زنان تصویب نشده. ما اگر قوانین رو نگاه بکنیم، قوانین واقعا قوانین قرون وسطایی هستن در ایران، در حالی که جامعه زنان ما پیشرفت‌های شگرفی داشته که به نظر من عامل اصلی این پیشرفت‌ها هم خود زنان هستن و نه اینکه دولت لزوما کاری کرده باشه برای اینکه این زنان پیشرفت بکنن. و فکر می‌کنم که این بار برخلاف مجلس قبلی که خیلی از فعالین حقوق زنان جمع شدن، کمپین کردن، حتی خواهانه مجلس غیر مردانه شدن، این بار بسیار بسیار زنان سرخورده هستند از وعده هایی که در زمان انتخابات بهشون داده میشه و بعد یک مرتبه دیگه حقوق زنان و مسئله زنان به کنار گذاشته میشه. دل سرد هستن و فکر نمی کنم این بار به راحتی بیان و دو مجددا در انتخابات شرکت بکنن. با تعجب این بار مجلسی خواهیم داشت کاملا محافظه کارانه. متشکرم از شما آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7.
بعد از مرگ مرموز صدها پرنده در میانکاله مازندران، مسئولان محلی اعلام کردند بازار پرندگان فریدون کنار که در همان منطقه است تعطیل خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد. این بازار سالهاست که به کانون اصلی فروش پرنده های مهاجر بدل شده که به ایران پرواز میکنند و در ابعادی وسیع به صید گروه های شکار در میآیند. با وجود تلاش های فراوان برای مهار صید بی رویه پرندگان مهاجر در شمال ایران، شکارچی ها نه تنها مهار نشدند بلکه به صیدهای کلان و سودهایش سرشار خود افزودند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بازار پرندگان فریدون کنار نشانه ای از افزایش سرسام‌آور ابعاد شکار پرنده ها در این منطقه. اینجا هست، سیجارون هست، گلمله هست، اینا شبدون میزنن نمیزنن که اینا بشینن. این پرنده ها در فریدون کنار خوششانس دارن، گوشت آنها خوردنی نیست. از این رو سر از پارک پرندگان ایلیا در می آورند و در اسارت روزگار می گذرانند. خبرنگاران و فعالانی که با منطقه آشنا هستند می گویند این قبیل باغ‌ها بخشی از همان شبکه است که سوداگرانش بازار فریدون کنار را می چرخانند. کسی داخل بازار پرنده ها حق فیلم گرفتن ندارد. امتحانش مجانی است ولی می تواند درد سرساز باشد. نیم نگاهی به داخل بازار فریدون کنار پرده از یک نسل کشی برمی دارد. یک موزه وحشت از لاشه گونه های روبه انقراض. استان هایی که خیلی قانونمند دارن این صید و برداشت رو انجام میدن، شاید یه عده به این فکر بیفتن که پس ما هم میتونیم تخلف بکنیم، چرا اینقدر به خودمون زحمت بدیم، چرا بریم طبق قانون عمل بکنیم، چرا بریم مجوز بگیریم. بعد اینجوری میشه که الان شده که این کج اخلاقی زیست محیطی در مورد صید و شکار پرنده ها و مخصوصا باز بگم صید راه افتاده به تمام کشور داره رخنه میده. گوشت پرنده اینجا با قیمت‌های 200 تا 300 هزار تومانی برای مشتری بی‌خبر عرضه می‌شود، یا مشتری بی‌تفاوتی که جز به خورشت آلو و اناردون با غاز شکم پر نمی‌اندیشد. با سودهای میلیونی و میلیاردی برای مافیای قدرتمند شکار. شبم مهمون دارم، بچه‌های محیط زیستن که با بعضی از محیطبانان منطقه رفاقت دارند. خطری بالقوه برای سلامت مردم. این همه ما بحث آمبولانزای فوقات پرندگان رو داریم، حتی خیلی از ماکیان رو مجبور شدن که امها بکنن، ولی از اون وقت می‌بینیم که اینا که میتونن خیلی راحت ناقل آمبولانزا باشن، چون پرندن سیر مسیر هم دارن سیر میشن و میان در بازار فریدون کنار، رسما داره اونجا به اصطلاح توزیع میشه. این پرنده ای که حلال خدا اینو فرستاد، حلال گوشته و ما داریم اقتصاد شهر خودمون و کسبی امور معاش زندگیمون رو میچرخونیم، اینجا قتلگاه نیست، اقتصاد مملکت است. سودهای برآمده از صید پرنده های مهاجر یک شبکه بزرگ گردش پول را در فریدون کنار ایجاد کرده، از رأس هرم تا صیاد و فروشنده خرد. اگر یه مدیریت صحیح نشه، یک نظارت دقیق نشه، ما باید شاهد این باشیم که دیگه این گونه های نادر رو در مکانهای خودمون نبینیم. هشداری برآمده از این واقعیت که ایران یک قتلگاه دیگر پرنده های مهاجر و نمونه دیگر از رونق ناپایدار اقتصادی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. نسخه کامل گزارش سیاوش رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ما ببینید. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.